این کلم قرمز رو که من امروز داشتم خورد میکردم، گفتم ای من چرا این برنامه رو باید لایوش نکنم که بچه ها هم تو جریان باشن. رفتم توی اینترنت رسپتش هم پیدا کردم و دقیق نگاه کردم و همه دیدم چه جالب، تمام موادش هم دارم. خب من فقط از اووه که عکسش رو دیدید من میدونستم خب این غذاییه. حالا براتون نشون بدم. البته بهتون بگم که من شروع کرده بودم خود کلم رو هنوز ریز کرده بودم، یه دفعه یادم افتاد که براتون لایف بذارم. حالا من اینو ریزش کردم. خب ببینید این کلم قرمزه. امیدوارم محمد حسینم باشه، چون محمد حسین واقعا آشپز خوبیه و این بر انقدرم بچه ها این خوشمزه میشه، خوشمزه میشه، لا 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 لا، واقعا عالی میشه. من همیشه من اینو موقع که 4 ماه رفتم پیش او به زندگی کردم، اونجا یادم بود که این فقط کلم رو همینجوری درست نمیکنه، ولی یه خیلی این کلم قرمز رو که درست میکنم میذارم بغل حالا اون استیک های خودشون رو، نمیدونم حالا فرض کن چیزای مختلفی که درست میکنن و غذاهاش، من که حالا فعلا اونو نمیخوام، اون گوشت و فلان اینا رو فعلا ول کن چون خود این خیلی خوشمزه میشه، ولی اینه که درست میکرد اونجا که اون 4 ماهی که با او به زندگی میکردم که واقعا هم چقدر برای من انواع ماهی و انواع نمیدونم پنیر و انواع، خیلی واقعا 4 ماه خیلی خیلی لذت بخشی بود با او به زندگی کردم اونجا. حالا مسافرت هایی که با هم رفتیم، ایتالیا رفتیم، نمیدونم چی کجا رفتیم و نمیدونم شهرهای مختلفی که میرفتیم اینا، حالا به هلند رفتیم و چی اینا بمونه. حالا کلم خیلی خوشمزه است. حالا جالب اینه موادش رو که اصلا فکر کنم از 7-8 سال پیش دارم دیگه، دیگه شما که نمیخورید ولی من تا حالا اینا رو دیگه آوردم استفاده کنم، میخک و نمیدونم دارچین و نمیدونم چی، ولی خب به حالا درستش میکنیم. بچه ها ببینید چیزایی که آشپزی رو ادای آشپزی رو در بیارم. یک کلم قرمز که اشتانگش اون سرش و بچه اون چیزی که سفته، حالا ببینید من البته اینو در نیاورده بودم، اینا روش میبینید دیگه، اونا که سفته سرش اون ساقش رو در میارید. خب من در نیاورده بودم، ببینید ساقه رو یک کم مزهش رو چس میکنه، باید اینا رو در بیارید. خب حالا ما که حالا در نیاوردیم، حالا مهم نیست، مهم ساقش رو در میارید توی رسپتی که گفتن. خب حالا اینو فعلا کاریش نمیکنیم، میذاریم اینجا. یه دونه سویبل یا حالا پیاز قرمز، یه دونه سیب، حالا یه دونه سیب بود یا دو تا سیب بود، فکر کنم یه دونه سیب، یه دونه. بعدش دارچین چیز، از اون دارچینایی که روره چیه لوله‌ایه، من اون لوله‌ای ها رو استفاده کردم، حالا این یکی دارچین رو دارم، چون میدونی شما دو تا دارچین هست دیگه این دارچین. خب حالا من از این میزه، البته من اینو خیلی بیشتر از اون دوست دارم، ولی خب اونو همش ریختم تو چای، تموم شد اینو میزنم، حالا فرقی نمیکنه. این میخکی که مال عهد دقیانوسه، فکر نمیکردم داشته باشم ولی دیدم دارم. حالا صبر کنید بازش بکنم، حالا ولش کن، حالا قبل از که بازش کنم، این استیک یا سرکه بالزامیکو رو که میبینید، خب این سرکه با انگور چیه، خیلی برای سالاد اینا خیلی خوبه. جالب اینجاست من اینو برای سالاد استفاده میکنم یه موقع، حالا میبینید اینم استفاده میکنیم. و این چیه، این که مال عهد دقیانوس، یه ذره آبروی خودم ببرم بد نیست. ببینید از 2017 مونده بود، از 2017 اینو بردارن، اونایی که میخواد ضد زیبا ناوک یه چیزی چیز بکنم بردارن بذارن بگن زیبا چه موادی استفاده می. ولی خب دیگه برگ خشکه، من اینا رو که میدونید، من بچه اسمش رو نمیدونم چیه، اگه بالزامیک، آفرین آفرین، بالزامیک بالزامیک، حالا مالا میگیم شما انگلیسی ها بهتر تلفظ میکن. بچه ها اینو فارسیش چی میشه؟ اینه
این فارسیش چی میشه؟ ما میگیم لوبر به لتر. این چی میشه؟ خب آره آنتی زیبا برداره اینو بذاره دیگه، بذاره بگن که مال عهد دقیانوس. ولی خب اینو میذارن تو کله پاچی. آفرین، برگ بو، برگ بو. مرسی مرسی، یه بوس کنمتون. من همش دنبال این بودم، من چون آشپزی اینا رو تو آلمان شروع کردم دیگه، ایران اصلا این کارو. مامانم چقدر دلش می‌خواست من این کارو بکنم، ولی تو آشپز همیشه گفتم باید حسش بیاد، کسشه. برگ بو، آره برگ بو یاد گرفتم، چون خیلی چیزا رو که من اینجا یاد گرفتم خب اسماشونو آلمانی بلدم. خب اینم که میخک، نلکن ما میگیم. حالا باز کنیم ببینیم. البته خوشبختانه این داتوم نداره، یعنی چیه، تاریخش نیست و نمیتونید آبروی منو ببرید. ولی خب خودم بهتون میگم که آبروی منو ببرید که اگه اون سال 2000 اوه چه بویی، اگه اون 2017 این 2007 وای 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 چه بویی داره این نلکن میخک. چند واو واو چه بویی. آها بچه ها، یه ذره از این نلکن رو بر میداریم. برگ بو نیست، برگ بوی بچه ها گفتن دیگه. خب یه چند تا نلکن همین چیز میخک رو بر میداریم. حالا اینو ببینید کجا من جره. آره اینجوری رحمت نیستش که اون باید بگیره، ولی اینو بچه ها رسه چیزی که درسته. ببینید این نلکنم میذارم اینجا بغل این، حالا میذارم روی این که یکم خوردش بکنم، یه ذرم پوز بدم با این چیز. اینقدر دوستش دارم اینو، این حیوان خوشگلم و دوستش دارم که یادم نیست کیا برده برام. خب این از این منطقه، بذارید اول میخکه رو ببند چیز کنم، ببندم ببرم برای ده سال آیده دیگه. بابا این ده سال پیش اینقدر دوش خوب بود. خب اینو بذاریم اینجا. وای مست شدم، چه بویی، الان تحریک میشم و از شدت خوشبوییش. چقدر نلکن خوب بود. خب بچه ها ادا اطفار بسه. آه و نخ دیگه و چه چیز دیگه ای میگه برگ سناس. من در میارم دیگه، حالا در بیاریم ببینیم که در بیارید از تو اینترنت به من بگه. خب بچه ها ولی باید شکرم بهش بزنیم، یه کوچولو هم نمک میزنیم، چون هر غذایی که میزنیم. ولی من نمک رو نایدم گفته باشه، ولی خب نمک هم فکر کنم هست. یه بار دیگه رسپتش رو نگاه میکنم. حالا آره بکنه من اومد بکنه من الان این کلم شد بچه ها چیزه. حالا چه شکری که میخوام بریزم، گفته که شکر رور، شکر رور توکا، یعنی شکرهایی که نیشکر، چون من نیشکر ندارم. خب حالا یه ذریع فکر دیگه کردم که چی بریزم. خب حالا الان البته اینو ببینید، این الان میذارم میرم بالا. این از این هایی، این هم که یکی از بچه هایی که خونش رو چیز میکردی میرود. برم بالا از این، برم بالا. اوه نیفتم. خب اینجا من نبات دارم، نبات 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 نبات، ای نبات. خب به جای اون رورتسوکا یه دونم چیکار میکنم، یا همون شنه شکری که هست یه دونه از اینا رو برمیداریم. نظرتون چیه؟ از این بهتر. خب ای وای، خب این از این. حالا شروع میکنیم دیگه، اینم بذارم سر جاش. یه بار دیگه هم بچه اینم بهتون میگم که وقتی میخوام اینو درست کنم براتون. بچه گرمم شد یکم، شما اینجا باشی تا من برم یه لباسه یه پنجره باز کنم. هیجانی شد نلکن بود نلکن یا چیزه، برم لباسه رو باز کنم. هیجانی شدم چیزه، این پنجره باز شد. یه زرم اینجا ببینید چیزه، چی خواستم بگم. آره این میخکه چه حسی داد به من بچه. ببینید اینجا میزه، آخه خلوته، خوبه خوبه. اینم آشپز کنه فرشه رو ببینید، چه فرشه خوبه. خب بچه شما تا با خودتون با بچه ها با هم دیگه لاس بزنید تا من برم لباسم عوض کنم که یه ذره کلوفته برای این باید این میزنم پنجره عوض شد. من میام الان. پنجره رو ببرم که بس اومد. خب
اومدم کجایید؟ خب اومدم هم رنگ چیز شدم دیگه، کلم قرمز شدم. خب بچه شروع میکنیم. اولین کاری که میکنیم یه ماهی تابه. خب یه ماهی تابه هم رنگ لباس اووه شدم. ای چه جالب شد بچه ها، دیدی این لباس اووه با من چقدر قشه؟ اون عکس رو که تو پستم دیدید، رفتم انگار گرمم شد برم به هم رنگ کلم و لباس اووه و لباس خودم اون موقع چیز بشه. خب اون بولیزی که قبلا داشتم احمد به من داده بود، از بولیزای احمده، یعنی مردونه است دیگه اونم. بچه حالا مهم نیست، الان مایتابه این مایتابه رو میذاریم. چقدرم زیرش کثیفه، وای 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 وای. آخه امروز همش آبروریزی در رابطه با، آخه یاد نازیلا افتادم، نازیلا هم خیلی بامزه حرف آشپزی میکرد. خب بچه ها چی گفته؟ کره با کره چیزی، خوشبختانه این کره رو دارم. خب با روغن معمولی، ولی گفته کره های خیلی ذره، یه کره دانمارکی هست، از اونم احمد همیشه از اون میگیره. خب از اون میگیریم که یه مقدار خوشمزه بشه. خب ما اینو میزنیم توی اون مقداری که هست. خب اینقدر رو میزنیم، برو اونجا فعلا، این بره اینجا، من میام شروع میکنم تا این روشن و گاز رو روشن میکنیم یه درجه بذارم این توی بره پیاز. بچه خوبه یا اینکه یه ذره دورتر بذارم؟ به نظر من بهتره که شما دورتر بذارم، بهتر. خب این باشه اینجا. خب پیاز قرم، بچه یایتونه دیگه پیازرم که گفته بودم برای بواسیر از همین پیازا داشتم استفاده کرده بودم. وای 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 وای، رابطه‌ام چقدر خوب شده با چیز، با رضا شیخان. رضا شیخان که فیلممو دید گفت مرسی که این فیلمو گذاشتی و زیبا، هم با هم رابطه‌مون خوب شده. و بعد یه بارم دستام اول بشونم. خب این دستامو بشورم بیام. بچه این اسکاچو یه چیز به من داده ها، اینقدرم اصلا جنسش مگه خراب میشه؟ سهیلا از اصفهان برای من فرستاد، اینقدر خوبه. مرسی سهیلا اگه لایو منو میبینی، مرسی. همه چی از همه شما هاست. آره باش که آشتی کردم با همین رضا شیخان که چند سال بود باهاش قرار بودم دیگه، هی واسطه میکرم، میگفتم هنوز یه ذره بذار صبر کن حسم مثبت تر بشه، تا اینکه یه موقع بهش گفتم آره بیا دیگه رابطه رو برای خونم، هم گفت 100 یورو میدم برو نمیدونم پرده و فلان و اینا هر کاری که دوست داری واریز کرد. و منم هنوز که پرده هم که میبینید که پرده بی پرده، فعلا حس پرده ندارم همسایا. بچه ها چون تو بیدار این تو بیدار. خب یعنی چیز پیاز اونیون، حالا انگلیسی آلمانی تو بیدار. خب حالا تا اون داره رو چیز میشه اونو گذاشتم. بیا بیا بیا. خب اینم حوله مخصوص چیز، اینو ریزش میکنیم. خب بچه ها ببینید اینو که تا این داره کره رو داره، این کره داره به قول معروف توی مایتابه. خب حالا اینو ریزش میکنه، حواس به شما باشه. خب سویبل رو ریز میکنیم، اول سویبل رو یعنی چیز رو، حالا میگم سویبل هی چیز پیاز رو ریز میکنیم، بعد که اینو میذاریم تا اون تفت یه ذره که داره تفت میشه سیبو، سیبم نوشته پوستشو بکنید. خب منم پوستشو میکنم اونجور که گفته دیگه، چونم که دیگه این سیب من فکر نکنم بیو باشه، اگه بیو بود پوستشو نمیکردم، بیو یعنی ارگانیک. خب این داره چیز میشه. خب این از این فکر کنم خیلی خوشمزه باشه، ولی تو رسپتش نوشته که شما اینو درست کردید یه روز بذارید بمونه، فرداش خیلی خوشمزه تره، یعنی بذارید که یعنی تمام اون چیز. خب این، ولی من بچه ها صبح که سالاد داشتم درست میکردم
من برای سالاد یا پیاز قرمز استفاده میکنم یا پیاز مخصوص خوردنی. خب بعدش حالا یه نصف پیاز کوچولو اونم هست، یه تقلب میکنیم پیازشو زیاد میکنیم، یعنی اونم استفاده بشه دیگه. کجایی الان میام؟ کجایی؟ ایناش پیازم، با پیازم هستم. حالا فکر نکنید جن منه ها، از صبح یه ذره مونده، اینم استفاده میکنیم و یه کوچولو تقلب میکنیم دیگه، اینم میریزیم. حالا گفته یه دونه، ولی خب برای اینکه اینم خب اونم داره چیز میشه. دیدم دم دم درم دم دم درم دم. از اووه براتون میگم، اینقدر من با اووه و یز از نظر مسائل زندگی، لذت های زندگی تو خانه خیلی خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. یعنی واقعا با هر دوتا شد، یعنی با هر کدوم از این پارتنران یه لذتی بردم دیگه. همشون عالی بودن، همشون عالی بودن. الان هم اونهایی که هستن عالی هن. خب این از این بچه ها ببینید، واقعا نگاه کن الان همه تون عاشق اووه میشید به خاطر نوع کارهایی که میکرد. انقدرم جالب ماهیایی که سرخ میکرد، نمیدونم خیلی لذت. خب حالا این بچه های چی شد؟ این پیاز سرخ کرده ما. خب حالا میره روی این تا این با این تفت داده بشه. من میذارم یه ذره حرارت رو بیشتر میکنم. خب لوبه رو با این میخک و اینا رو میذاریم اینجا، چون یکم باید اونا درست بشه بعدا. این تیم تو اینم برم اونجا بابا شدیم. خب ببینید، ای یار من توی. خب یه ذره حرارت رو زیاد میکنیم. این گاز من نسبت به اون گازی که اون خونه داشتم خیلی قوی تره. خب این از این پیاز تو اینجا برو تا ما بریم سراغ چی؟ سیب. اونم که حالش خوبه دیگه، ببینی حالشو میپرسیم. این ریز شده خیلی خوبه، بردم آشغالام هم امروز ریختم. خب اینو میشوریم اول، البته تکان شسته بودم اما خب یه بار دیگه میشوریم. خب گفته که تو رسپ گفتن که پوستشو بکنیم، اول اینجوری کنیم. پوستشو من خیلی دیگه نازک میکنم دیگه، چون من کلن پوست میوه ها رو نمیکنم. خب انتکرنن هم بکنیم، یعنی اینکه این چیزایی که. خب یه ذرم تقلب میکنیم پوستشو میذاریم دیگه. حالا دیگه خیلی هم دیگه من از اونایی که اوریگینه اینجوری کردم، یه ذره اینجوری کوچولو هم تقلب کردیم. خب برو تو اینجا، برو اینجا، برو اینجا، برو اینجا، برو اینجا. نبات هم اونجاست. میام سراغ من انقدر با این وسایلم حرف میزنم، با این مواد غذایی حرف میزنم بچه. یه بار به خاطر یک کیلو سیب زمینیم که تو خونه مونده بود، بعدش منو یه که فکر کنم راننده ها بودن دعوت کردن، گفتم نه اگه میخوام، گفتم بیا با ما زیبا توی اون دم تریلی هاشون و کامیون هاشون و اینا میشستن اینجوری، خیلی هم کیف میداد. بعد مثلا چارپایی اینا میذاشتن، چارپایه از این صندلی های چیزاره دیگه، آره کوچولو. بعد خیلی اخ افتادم بزن 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 بعدم بردم دست نزنم. بعدش گفتش که زیبا بیا ما ناهار دعوت کن. گفتم شما بیاید اینجا یا اینکه من یک کیلو سیب زمینی دارم. این سیب زمینی مو برنامه داشتم چون جوونه میخواد، جوونه میزنه، چون دیگه من مسافرت بودم اینو اون دوست من که من کلید خونه رو داده بودم استفاده نکرده. یا این سیب زمینی منو به یه استفاده میرسونید یا اینکه دعوتتون رو بذاریم یه جای دیگه. هیچی دیگه قبول کردن و اونا مرغ کم خریدن و من با سیب زمینی که عشق من بود اون موقع، یعنی دوستای من بودم. خب بچه ها زیاد حرف نزن. خب یه تقلبایی هم این وسط کردیم. این سیب ما اینجا یه کرنشو بذاریم پوست چس هستشو. خب این سیبا رو ریز میکنم. اینم حرارت رو
چیز نمیم بابا زودتر چیز کن دیگه، من الان مثلا آشپزم. خب بچه ها این داره پیازه اینجا سرخ میشه، یه بشقابم بیارم برای اینکه پیازه یه ذر پوز بدم. مثلا اینو میذاریم توی این و اینجوری خیلی قشنگ خیلی شیک. خب اینو ریز ریز میکنیم. چی رو؟ سیبو. بچه اصلا سیبو، سرخ کردن سیبو دیدید؟ آره معلومه دیدید دیگه، اصلا پای سیبو اینا همش با سیب سرخ کرده و پخته است دیگه. منو به فکر کردم که حالا سیب سرخ کرده، ولی خودم سیب سرخ کرده تو غذا داریم بچه ها. خب اینا رو ریز میکنیم، همین بهتون نشون میدم، بعدم میام توی این وسط چیز میکنم، با پیاماتون رو نگاه میکنم جواب میدم تا موقعی که این. خب این سیب الان بهتون نشون میدم که سیبا رو خیلی خوبه، این خیلی خوبه، اینقدر خوشمزه میشه، اینقدر خوشمزه میشه، ملس میشه. من چی میگفتم اوه این چقدر کلم قرمز، شما چقدر کلم قرمز میخورید تو هر غذایی، واقعا بغلش چقدر اینا خوبن. ترکان میدونید کلمو، وای وای وای. بچه ها اینو که دیدید چی شد؟ سیبو ریز کردم. این چیه؟ این یه تفت کوچولو، یه ذره حرارتشو زیاد کنم که یه تفت داده بشه تا من اینا رو بریزم. وقتی اینا رو ریختیم بعد همه رو با هم دیگه اضافه میکنیم به چیز. البته میشه آره تو همون بفزم، صدای خیلی لذت بخش. وای 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 چه صدای قشنگی دارید شما، چه صدای قشنگی، وای چه شکل قشنگی، به 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 به. خب این از اینم که نباتو بچه به جای چیز، به نظر شما به جای چیز دوتا یه دونه بریزم یا دوتا؟ نوشته که بزنم نگاه کنم بینم رسپت چند باشه زیاد نشه نبات آقا چه از نگاه کنم رسپ دیدم دادم دارم دادم کجا کجایی چرا پیش من نیایی. یه لوبر ها این اسلوفر روز کرد بسه یه یک بسه بای 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 بسه خوبه دوتا نمیخواد دوتا نمیخواد. خیلی خوب این از این یه دونه اینو میذاریم برای این که چیز بشه، اینو که بذاریم سر جاش، این بره سر جاش. خب بعدش خب حالا بچه ها این که داره یه کوچولو تفت میشه دیگه درسته؟ خب حالا چی رو اضافه میکنیم؟ به این چی اضافه میکنیم؟ سیب. سیب رو اضافه میکنیم. سیب جون برو اینجا، خوشگل جون برو اینجا. خب این میره اینجا، حرارت رو یه ذره کم میکنیم چون دیگه تفت چیز میشه. تا این سیب خب اینا دیگه حرارت رو بزنم روی چیز با شما صحبت کنم بیام اینجا. خب برای اینکه این هم بره یکم تر تمیز بکنم در حین کار کردن مگه چیز کار تو سرمایی و سیستانیز کار اینجا رو مرتب کنیم، یکم آب توش بریزم این روتسوکا چیز بشه چه همین نباته حل بشه. آه
چه بویی، چه بویی. خب اینو میذاریم یک کم حال بشه. خب حالا بذاریم اینم که با همین حلش کنم. چقدر گفته بود بچه ها بازار کمان من اینه بکنم توی این یه ذره حل بشه با این زم آبی جوش بریزم بچه ها یه تقلب کوچولو بکنم تقلب کوچولو بکنم در سوی بلنم روز کنم هینز بوگن اکی بفورت کنم افرزاف اکی لوس بیرد لور اون که هیچ نیل کم بازی لکم اون سیمت بردن چو کنم این چو کنم نگیریز که زالتس چرا نگو بچه ها آن زالتس گفته گفتم دیگه یکم بایستی نمک داشته باشه نمک داشته باشه بله نمک کنم او میدم بچه ها اول باید سوکار رو به اینجا الان به همین اول اضافه کنم نمک او به کجایی؟ البته او به فوت کرده خب ولی خب این الان میگه نمک رو الان بزنید قبل از اینکه اون چیزا رو بزنید نمک رو بختم بچه نمک دارم میریزم ها میبینید این نمک خب نمک یکم بختم یکم نمک بعدش اینو بایسته چی کارش کنم که میزن آب برسیم به یه جوشه بگیم حالا ما از خودمون اومدیم این کار بکنیم زود حل بشه خب نمکشو باید زود تر بسیم حالا میاد تا این داره با این چیز حل میشه با خب من یه سره شکرم همینطوری بریزم بهشون فعلا بعد اون نبات حالا من تو یه ذره شکر معمولی بریزم که این مل این جوری که گفته این با این قبلش چیز بشه خب زگوت ووندربار مقداراش رو باید خب آماده بشیم ببینیم این داره تفت پیدا میکنه بچه من فعلا پیاماتون رو نمیبینم چون اول باید غذا رو درست بکنم ببینید این داره تفت پیدا میکنه با اون چیز خب حالا نلکن رو اونم بیارم تو این فاصله تا این داره تفت پیدا میکنه تا این تفت پیدا میکنه من اون چی؟ بکوبمش میخکو نمیدونستم اینقدر میخک من دیدم فوزیه تو برنج و غذا خوشی مزیه تو میخکو خیلی استفاده میکنم چقدر خوب من این میخک 10 سال موندم اون استفاده کنم همش میخک و من میرختم برای چی یه موقع دندون آدم هم درد بکنه بذاری اونجا بچه این میخک رو میریزم توی میخک رو وای 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 چه بویی میخک واقعا تحریک کننده است عالیه خب این از این من اصلا با همه یه چیزا اون مایه سیاه سرکه آره دیگه اونم میریزم الان میریزم اونم میریزم بذار یه ذره این اینو فکر کنم به جوش چیزش کنم آب جوش بریزم خیلی بهتره آب جوش زود این نبات چیز بشه چایم اینجا تیم وسط هم برای خودم هم بزنم این صدای این بویلر یا همون چیزه یه ذره طول میگه چیز میکنه من بیام آها اینجا هم بیام توی این فاصله این که الان این وره دارم این رو چیزش میکنم این رو یه 2 دقیقه دیگه باید این رو اضافه کنم این رو با هم دیگه اضافه کنم
بعدش یه تقلب دیگه ببینم چقدر آب میریزم. حالا دیگه اصلا منم برای این چیز ندارم. افزافت ندارم. اون به جای اصلا آب میدونید چی گفته بریزید؟ آب سیب بریزید. 250 گرم آب سیبم ندارم. خب آب بریزم دیگه. فکر میکنم همه چیزشو دارم ولی خب آب سیبو ندارم. به جای آب، آب سیب میریزه واسه همینه. خب چقدر؟ 250 میلی لیتر. خب ما آب میریزیم دیگه، ما آب میریزیم دیگه وقتی نداریم. خب اینم اینجا رو ببینید. خب الان خوب میشه. من امکان نداره با رسپتایی که خود آهان سیمت مونده. سیمت چیز دارچی، واقعا من وقتی آشپزی میکنم چون عشق میکنم، چون اونقدر آشپزی نمیکنم وقتی که آشپزی میکنم. بچه تو این هفته امکانی که برم خونه احمد هست به احتمال 99%. میخوام دو روز دیگه برم خونه احمد. چند وقته؟ دو ماه نرم چی بشه. خب بچه اینو بریزیم. خب من اینو بیارم آب جوشو یکم برای چایین بریزم. از بعد بیام اینجا آب رو بجوشم. خب نباته رو دارم چیز گذاشتم به این. خب همون 250 میلی گرم اینم درست میشه. خب بچه آب جوش رو ریختم به این نباته، الان به این اضافه. ببینید خودش راحت شد دیگه. الان این چوبشم من باش بازی میکنم. قد دوست دارم تو دهنم با چوب برو دیگه. این خودش حل میشه. یک کم هم نباتش زعفرونی بود، اشکال نداره. اینم بال بالزامیکو. خب آها سیمت هم که ریخ، دارچین هم که بکوبم در حین چیز. بعد دیگه تا اون درست میشه میام بهتون پیاماتون رو میبینم و هر کم که تا حالا حرفای خوب زده که خوب. لوبه رو که باید بریزیم همین اینو میندازمش. اینو برگ رو میندازمش تو همین آب جوشه. برو. من میدیدم بچه ها کله پاچه اینا میخوان درست کنن از این برگ بوه میریزن. بچه چه خوشگل شد ناز، نگاه کن چقدر شما خوشگلید. اصلا عکس بگیرید، عکس. وای 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 وای، باید یه اسکرین شات بگیرم از این خوشگله. به این خوشگلی اسکرین شات بگیریم. وای 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 وای. خودم بعدن که ها خودم چرا من چیز بعدن میبینم، خود فیلمو میبینم دیگه. خب بچه ها این هم که چیز یه ذره دهاتی بود پوزی داره بودم هم اشکال داره. دیدید دیگه اینم دیدید این سیمت. اینم بریزیم توی این یه ذره یک کم حل بشه اینجوری با اینم به هم بزنیم. خیلی خوب. خب اینا رو فعلا بریزیم توی این نباتشم. وای چه بویی چه بویی. وای وای اصلا بسر اصلا غذا رو نخور، همین بو کن بو کن بو کن بو کن. خب اینم سرکه ریختیم تو اون همون سرکه انگوری چیز. خب حالا این درست شد دیگه. خب حالا وقتشه که اینو بریزیم. خب چون اینو نمیتونیم یه ذره بریزیم که اب نداره دیگه. حالا هر کنونم باشه یکم اونا رو میرزیم بعدش. اویا ما یه دونه من چیز دارم، یه دونه ماهیتابی بزرگ دارم خیلی خوشگله. اینو خواهر ماریا داده بود. بعد همیشه میام میگفتم که من که بچه ها میگفتم من که همیشه من که خیلی خونه خوشگله و نمیدونم
اینا ندارم که از این استفاده کنم. بچه اینجا خیلی دیگه ریخت دیگه. ولی خب حالا نگاه کنید، اینو ریختم روی این. خب جا نمیشه، ولی خب ببینه الان یه ذره میاد پایین. حالا اب نداره، یکم برای اینکه گفته بود اونو بریزید روی این، الان از این میریزم اون. این اشتانگه ها رو باید، اینا رو باید بر میداشتم. خب من قبل از اینکه این رسپت رو بخونم اینو خوب ریز کرده بودم، حالا اینو میخورم دیگه. آره اینو بندازیم برای یه من. خب آره داشتم اون مایتابا رو میگفتم، اینقدر این از اون مایتابای خیلی گرون استفاده نشده توی پاک توی چیز، من اینو اومدم به هر کی هدیه بدم نشد. اومدم به این ترکه، این خانم ترکی که پایینه، گفتم اینو خیلی غذا میپزن، یا این پایینی، اومدم نم نشد. الان بچه ها توی این حال با خودم فکر کردم یه ذره بمونه، بعدش میرزم تو اون قابلمه، بعد بیام با شما ها برای لاست درمانی. خب اینجوری کردم. آره ببینید اینو ریختم، درشو گذاشتم یه کوچولو بمونه، بعد میریزم اینو تو اون قابلمه، بعدش حدود 40 دقیقه. آها سیم تو ریختم، اونو ریختم، نلکن رو ریختم، چیز رو ریختم، چیا ریختم، لوبر رفت یعنی همون برگه بود، دارچین، آره دیگه دارچین ریختم تون، بعدش اینم که میخکم که اونجا، نمکم که ریختم، سوکام که شکرم که به جاش کاندیس رو ریختم، قند نبات رو ریختم، بعدش 40 دقیقه باید بپز. فعلا این یک کوچولو اینجا باشه تا من بیام با شماها یک کوچولو پیاماتون رو ببینم تا بعد بذارم روی قابلمه. بیاییم برای لاست درمانی. کلم درمانی، کلم درمانی حرف خوبیه. ولی بچه من اینو فردا همونطور که اینجا گفته فردا میخورم. به احتمال زیاد بگم که فردا احمد بیاد منو ببره، چون که بلیت احمد یه نفر میتونه با خودش ببره، منم که یه ساله که بلیت ماهانه و سالانمو چیز کردم. آینه بزنیم یه ساره دادام دادام دیدام دام، تمام این تیکه ها برای اون پیجایی که ضد منم. وای 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 وای، پیجایی که ضد من یا به نام من یا فن پیج یا آنتی پیج یا فلان بهمانه، همه این تیکا رو بر میدارم. به دردتون میخوره دیگه، به دردتون میخوره. خب بدون برنج، بله بدون برنج، البته بغلش اگه این بهش میگن بایلاگه، یعنی کناریه. خب کنار غذا، مثلا اسفناجی که شما میذارید یا مثلا کلم سفید. ولی خب من چون این غذا اینجوری رو خیلی اینجوری دوست دارم، یعنی فقط خود این خودش از این غذا میشه برای من. ولی خب فردا میبرم که چون گفته که چرا رژ قرمز رو نزدی. خب دیگه بابا داریم آشپزی میکنیم، شب شب احتمال این که با ناصر دادرس، یکی از پارتنرهای من، حالا راضی شده با من لایف بذاره. اگر اون لایف بذاره، حالا بیاید ببین، پارتنرهایی که من تو ایران داشتم یه ماه تو مطب که یه ماه با من زندگی کرد دیگه، بعد منو با ناصر رو با هم بردم بیمارستان میمنت، اون طبقه دوم بود، من طبقه اول بودم. آها یه دونه کلمه مونده، شب روش میزنم. حالا الان داریم مثلا الان موقع کاره، خدمتکاریه، آشپزیه همینم. خب میریم الان دیگه، بهتون گفتن این نشون میدین قشنگ داره پخته میشه 20 دقیقه دیگه. وای 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 وای، مرسی کلم قرمز. 20 دقیقه دیگه اینو هم چیز میکنیم. آها ببینید اینجوری یه چند باری به هم میذاریم، میذارید با حرارت فلان 40 دقیقه،
بعد خب امیدوارم که فردا، امروز نمیخورمش، همونطور امروز که بعد از 40 دقیقه میذارم بمونه، فردا که احمد اومد میبرم، شاید با احمد خوردم. خب بچه ها بریم یکم بالکنم به شما نشون بدم، و این گل ارکیده خوشگل من، ببین گل ارکیده قشنگ، اینم نگاه کنینم، یه